به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما دانش آموزان عزیز، با شما هستیم امروز با فصل تنظیم عصبی. این فصل سه بخش خواهد داشت. ما در جلسه اول میخوایم به بررسی بافت عصبی بپردازیم، در جلسه دوم به بررسی سازماندهی عصبی میپردازیم و در جلسه آخر هم میریم سراغ دستگاه عصبی محیطی و تکامل دستگاه عصبی در جانوران مختلف. با هم نگاه کنیم تنظیم عصبی رو. طرح کلی دستگاه عصبی ما به این شکله. ما دارای گیرنده های حسی در سراسر بدن هستیم که اینجا به طور مثال از گیرنده های چشم استفاده کردیم. تحریک میشن، پیام هایی رو میفرستن به دستگاه عصبی مرکزی یا مثلا مغز ما، تفسیر میشه. در صورت لزوم پیامی از دستگاه عصبی مرکزی به اندام های عمل کننده ارسال میشه که در این مورد خاص مثلا پیامی به ماهیچه ارسال میشه که مثلا ما فرار کنیم. این سازماندهی کلیه که در این سه جلسه ما با هم خواهیم داشت. پیام هایی که دارن به مغز ارسال میشن، پیام ها ماهیت الکتریکی دارن. پس بنابراین در طی تفسیر پیام ها توی مغز من و شما ها داره پیام های الکتریکی تغییر میکنه. خوبه با هم نگاه کنیم که اینجا با هم دیگه نوار مغزی رو میبینیم. همونجوری که گفتم چون پیام هایی که تو مغز میره و تفسیر میشه الکتریکیه، پس پیام هایی توی مغز تولید میشه. از اونجایی که بدن من و شما رساناست، میتونیم با الکترودهایی که روی سر گذاشته میشه این پیام ها بررسی بشه، ثبت بشه. به طور مثال زمانی که ما چشامون رو میبندیم شکل این پیام ها تغییر خواهد کرد. در افرادی که دچار سر میشن شکل این پیام ها تغییر خواهد کرد، یا حتی در مورد سکته های مغزی که برخی از بخش های مغز از بین میرن این شکل این پیام ها تغییر میکنه. پس ما میتونیم با نوار مغز به برخی از مشکلات مغزی پی ببریم. بریم با هم دیگه ببینیم مهمترین بافتی که ما توی دستگاه عصبی داریم بافت عصبی هست. بافت عصبی به طور کلی دو نوع سلول داره: سلول های عصبی یا یاخته های عصبی نورون و سلول های غیر عصبی بافت عصبی نوروگلیه ها یا سلول های پشتیبان. در این تصویر داریم بافت عصبی رو میبینیم. دو تا نورون دارید میبینید و تعدادی سلول نوروگلیا دارید میبینید. نوروگلیا ها متفاوتن چون کارهای مختلفی رو انجام میدن. بعضی از نوروگلیا ها در حفاظت از بین بردن میکروب ها نقش دارن، بعضی ها در تولید غلاف میلین نقش دارن. بنابراین نورون ها توسط سلول های پشتیبان حمایت میشند. بریم جلوتر. بافت عصبی همون جوری که گفتیم دو نوع یاخته داشت، یاخته های عصبی یا نورون ها. هر نورونی از سه بخش تشکیل شده. یه بخش نورون یا یاخته عصبی رو میگن دندریت. دندریت ها میتونه پیام رو دریافت کنه، همچنین پیام رو به جسم یاخته ای ارسال کنه. جسم یاخته ای محل قرارگیری هسته و بیشتر اندامک هاست. محل انجام سوخت و سازه، بیشتر سوخت و ساز داره اینجا صورت میگیره. همچنین میتونه دریافت پیام داشته باشه. پس دو بخش یاخته عصبی میتونن پیام دریافت کنن. هم دندریت میتونه این کارو بکنه، هم جسم یاخته ای. سومین بخش یاخته عصبی آکسون هست که میتونه پیام رو از جسم سلولی دور کنه، به سمت کجا ببره؟ پایانه خود. سلول دیگه این که در بافت عصبی داریم سلول های پشتیبانه که با هم در این زمینه صحبت کردیم، باز هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. با هم یک یاخته عصبی رو میبینیم. این ناحیه جسم یاخته ایه که هسته در اینجا قرار گرفته. بیشتر اندامک ها هم در اینجا هستند. دندریت ها هستند که میتونن پیام رو دریافت کنن، به سمت جسم یاخته ای بیارند. آکسون رو دارید میبینید که میتونه پیام رو از جسم یاخته دور کنه، به کجا ببره؟ به سمت پایانه آکسونی خودش ببره. میدونیم جهت حرکت پیام توی نورون به طور طبیعی یک طرف است، از دندریت به جسم سلولی یا جسم یاخته، از اینجا به سمت پایانه آکسون. ساختار دیگه که توی این شکل برای ما مهمه بشناسیم این غلاف میلینه. آکسون، دندریت میتونن توسط غلاف میلین احاطه بشن. در ادامه صحبت همون میپردازیم بهش که این غلاف میلین چه کار خواهد کرد. اما باید بپذیریم غلاف میلین یک نواخت نیست.
در بخش هایی وجود نداره. قسمت هایی که غلاف میلین وجود نداره بهش میگیم گره رانویه. در این قسمت ها هست که آکسون یا حالا دندریت میتونه با آب میان بافتی در تماس باشه، ولی در قسمت هایی که میلین داریم نمیشه غشای نورون با آب میان بافتی در تماس باشه، چون این ساختار احاتش کرده. با هم دیدیم سلول عصبی یا نورون رو، ویژگی های یاخته عصبی. هر یاخته عصبی سه ویژگی داره: تحریک میشه نسبت به محرک، با تحریکش پتانسیلش تغییر خواهد کرد که در این زمینه صحبت میکنیم، بعد که تحریک شد پیام رو در طول خودش هدایت میکنه از دندریت به جسم سلولی و از جسم سلولی به سمت پایانه آکسون، و سومین کاری که یاخته عصبی انجام میده اینه که میتونه پیام رو منتقل کنه. پیام وقتی که به پایانه آکسون میرسه میتونه از آکسون به سلول بعدی منتقل بشه. خوبه؟ با هم دیگه ببینیم، با یک پرسشی کار رو ادامه میدیم. یکی از ویژگی های دستگاه عصبی تأثیر پذیری نسبت به محرک های داخلی است. میخوام بدونیم این جمله درسته یا غلطه. یکی از ویژگی های دستگاه عصبی تأثیر پذیری نسبت به محرک های داخلی است. این جمله جمله درستیه. ما در ابتدا هم صحبت کردیم گیرنده ها میتونن در سطح بدن باشن، میتونن درون بدن باشن. از سال قبل یادتون هست ما در جدار مثانه هم گیرنده داریم. زمانی که حجم مثانه به مقدار مشخصی میرسه تحریک میشه، بعد انعکاس دفع ادرار را میفته. پس ما باید بپذیریم یکی از ویژگی های دستگاه عصبی تأثیر پذیری نسبت به محرک های داخلی است. این جمله درستی. هر یاخته متعلق به بافت عصبی یاخته عصبی نام داره. هر یاخته متعلق به بافت عصبی یاخته عصبی نام داره. این جمله نادرسته، چون ما در بافت عصبی علاوه بر یاخته عصبی یاخته پشتیبان هم داریم. پیام عصبی در پایانه یک آکسون از یک نورون به نورون دیگر هدایت می شود. این جمله جمله نادرستیه. این جمله ما میگیم در پایانه آکسون پیام منتقل میشه. یادمون باشه پیام در طول نورون هدایت میشه، از نورون به سلول بعدی منتقل میشه. یاخته پشتیبان یا نوروگلیا. یاخته پشتیبان ویژگی هایی داریم، تعدادشون از یاخته های عصبی تو بافت عصبی بیشتره. یکی از کاراشون تولید غلاف میلین هست، ایجاد داربست هایی برای استقرار یاخته های عصبی، دفاع از یاخته های عصبی، همچنین حفظ همیستایی مایع اطراف نورون ها. اینا وظایفیه که نوروگلیا ها بر عهده دارن. وقتی میگم حفظ همیستایی مایع اطراف نورون ها، میتونه تعادل یون ها رو برقرار کنه، میتونه میکروب های اطراف رو از بین ببره، غلاف میلین تولید کنه. با هم دیگه نگاه کنیم اینجا. به طور مثال این یک رشته عصبیه، حالا میتونید آکسون در نظر بگیرید، میتونید دندریت در نظر بگیرید. اینم یاخته پشتیبانه، غشا داره، سیتوپلاست داره، هسته داره. غشای یاخته پشتیبان حول رشته عصبی میتونه بارها بپیچه و از پیچشش میتونه غلاف میلین ایجاد بشه. پس داریم میبینیم، پس جنس غلاف میلین از جنس غشا هست، میبینیمش. و باز هم تأکید کنم غلاف میلین یک نواخت نیست. در بخش هایی غلاف میلین وجود نداره، به اینجا میگیم گره رانویه. در این محل ها غشای نورون با آب میان بافتی در تماس خواهد بود. با هم دیگه بریم. انواع یاخته های عصبی. همونجوری که گفتیم نوروگلیه ها تنوع دارن، یاخته های عصبی هم متنوعن، همشون دارای آکسون، دندریت و جسم یاخته ای هستن. اما یاخته های عصبی میتونن حسی باشن، میتونن حرکتی باشن، میتونن رابط باشن. یاخته حسی پیام رو از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد میکنه. مثلا پیام یاخته که داره پیام رو از چشم من به سمت مغز من میبره یک یاخته حسی هست. یاخته حرکتی پیام رو از دستگاه عصبی مرکزی به اندام های عمل کننده میبره. همین الان من بخوام انگشتم رو خم کنم، باید یک یاخته پیام رو از دستگاه عصبی مرکزی من بیاره به سمت انگشت رو بتونم خمش کنم. این یاخته حرکتیه. و یاخته های عصبی رابط
این راخته هایی هستند که در مغز و نخاع وجود دارند، به عبارتی در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند، ارتباط لازم بین یاخته های حسی و حرکتی رو برقرار می کنند. با هم دیگه این سازماندهی رو ببینیم. الان فرض کنید اینجا گیرنده حسی باشه. این یاخته حسیه که میتونه پیام رو از گیرنده به سمت دستگاه عصبی مرکزی ببره. یاخته های حسی دندریت بلندی دارند. اینجا یاخته عصبی رابط رو دارید میبینید که بین نورون حسی و نورون حرکتی ارتباط برقرار کرده. اینجا هم یاخته یا نورون حرکتی رو دارید میبینید. نورون های حرکتی به طور معمول آکسون های بلندی دارند، در صورتی که نورون های حسی دندریت های بلندی دارند. با هم دیگه چیز دیگه هم میبینیم. الان یک سلوله هم دندریتش و هم آکسونش میلین داره. یک سلول میبینید فقط آکسونش میلین داره، یا یک سلول اینجا میبینید که اصلا میلین نداره. پس نورون ها میتونن میلین داشته باشند، میتونن میلین نداشته باشند. نورونی که میلین داره میتونه آکسونش داشته باشه، میتونه هم آکسون داشته باشه هم دندریت. اما خیالمون راحته، جسم سلولی میلین نداره. خوبه، با هم دیگه این ارتباطات رو هم دیدیم. نکته دیگه هم که ببینیم جالبه اینجا. الان جسم یاخته‌ای رو میبینید، از یک طرفش هم دندریت هم آکسون خارج شده. به این نورون ها میگن نورون های یک قطبی، در صورتی که در اینجا نگاه میکنید میبینید آکسون و دندریت از قسمت های مختلف جسم یاخته‌ای خارج شده. خوبه، با هم دیگه به یک سوال پاسخ بدیم. میگه با توجه به شکل به سوالات پاسخ بدید. این نورونی که شما دارید میبینید اسمش چیه؟ نورون حسیه، نورون حرکتیه یا نورون رابطه؟ نورون رابطه. نورون‌های رابط نسبت به نورون‌های حسی و حرکتی اندازه کوچیک‌تری دارن. به طور معمول اینجوریان، چون در درون دستگاه عصبی مرکزی قرار گرفتن، از لحاظ اندازه به طور معمول کوچیک‌تر هستند. دارید می‌بینید؟ در ضمن نورون‌های رابط دندریت های خیلی منشعبی دارن، چون باید از قسمت های مختلف پیام دریافت کنن. پس این نورون نورون رابطه، وظیفش ارتباط بین نورون حسی و نورون حرکتی برقرار میکنه. در دستگاه عصبی محیطی قرار داره یا مرکزی؟ از قبلم گفتیم، بازم تاکید کنیم که نورون های رابط در دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند. با یک ویژگی منحصر به فرد نورون ها آشنا بشیم. چی؟ نورون ها در طرفینشون اختلاف باری دارن که این اختلاف بار میتونه تغییر کنه. کافیه ما دستگاه میکروولتمتر داشته باشیم، یک الکترونش درون نورون قرار بگیره، یک الکترونش بیرون نورون قرار بگیره. اگر همچین کاری رو انجام بدیم میبینیم اختلاف پتانسیل روی صفر وای نمیسته، یعنی بین طرفین قشای نورون ما دارای یک اختلاف پتانسیل هستیم. فعالیت الکتریکی یاخته عصبی، این پتانسیلی که در طرفین قشای یاخته عصبی وجود داره به دو شکل دیده میشه: پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل. زمانی که نورون در حال فعالیت نیست، پیامی رو هدایت نمی‌کنه، اختلاف پتانسیل طرفینش بهش میگن پتانسیل آرامش. اما زمانی که نورون در حال هدایت پیام در طول خودش هست، توش یک اختلاف پتانسیل دیگه ایجاد میشه که بهش میگیم پتانسیل عمل. با هم نگاه کنیم. الان چیزی رو که میخوایم ببینیم، یک الکترود داخل نورونه، یکی بیرون نورونه، اختلاف پتانسیل منهای 70 میلی ولت در طرفین قشا وجود داره. به این میگیم پتانسیل آرامش. علت پتانسیل آرامش چیه؟ من میگم علت پتانسیل آرامش اینه که در طرفین قشای نورون غلظت یونهای باردار متفاوته. ما در درون نورون مقدار زیادی یون پتاسیم داریم، در بیرون نورون مقدار زیادی یون سدیم داریم. اختلاف غلظت یونها و اختلاف نفوذپذیری قشا نسبت به این یونها باعث شده که یک اختلاف منهای 70 میلی ولتی در طرفین قشا وجود داشته باشه. با هم دیگه این موضوع رو صحبت کنیم. پروتئین های قشایی مؤثر در پتانسیل آرامش، به طور کلی دو نوع پروتئین در
پتانسیل آرامش دخالت داره. یکیش کانال های همیشه بازه و یکی هم پمپ سدیم پتاسیمه. با هم صحبت کنیم. کانال های همیشه باز چون کانالن یون ها رو در جهت شیب غلظت حرکت میدن، پس در جهت شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم رو جابجا میکنن، در صورتی که پمپ سدیم پتاسیم خلاف جهت شیب غلظت داره یون های سدیم و پتاسیم رو جابجا میکنه. پس ما میتونیم بگیم پروتئین هایی که در غشا وجود دارن میتونن یون ها رو جابجا کنند، میتونن در جهت شیب غلظت این کار رو بکنن، کانال میتونن خلاف جهت شیب غلظت این کار رو انجام بدن. با هم دیگه صحبت کنیم که خلاف جهت شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم رو جابجا میکنن. بیاییم با هم ببینیم. چیزی که میخوایم ببینیم بخشی از غشای نورونه. اینا کانال ها و پمپ هایی که در غشای نورون وجود داره. پمپ سدیم پتاسیمه، کانال همیشه باز سدیومه و کانال همیشه باز پتاسیومه. نکته ای که برای ما جالبه بدونیم، غلظت پتاسیم، این مربع ها رو اگه نگاه کنی یا این لوزی ها رو اگه نگاه کنید، اینا یون پتاسیمه. اینا در درون نورون نسبت به بیرون نورون خیلی بیشتره، بنابراین تمایل داره از درون کانال ها پتاسیم به سمت بیرون بره. از طرف دیگه این دایره ها رو میبینید، اینا یون سدیمه. غلظت یون سدیم بیرون نورون از داخل نورون بیشتره، پس بنابراین تمایل داره از درون کانال سدیم سدیم به داخل منتشر بشه. اما یه نکته ای هست، نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم بیشتره، پس پتاسیم های بیشتری میرن بیرون. پتاسیم چه باری داره؟ میگم باری مثبت. زمانی که بیشتر داره میره بیرون، از میزان بار مثبت داخل کاسته میشه و به بار مثبت بیرون افزوده میشه. در نتیجه بیرون نسبت به داخل مثبت خواهد شد پتانسیلش. خب پس با این موضوع مشکلی نداریم. اما اگر این کار ادامه پیدا بکنه، غلظت این یون ها دو طرف با هم برابر خواهد شد. میگیم عاملی که اجازه به این کار نمیده پمپ سدیم پتاسیم هست. این پمپ پتاسیم هایی که رفته بیرون از طریق این کانال ها به طور فعال برش میگردونه داخل در خلاف جهت شیب. سدیم هایی که از اینجا اومده داخل رو میبره بیرون، پس این اختلاف غلظت یون ها رو ایجاد میکنه و همچنین حفظ میکنه. به این ترتیب برایند این کارها به سمتی خواهد بود که داخل نسبت به خارج در حالت طبیعی منفی باشه، منهای 70 میلی‌ولت. با همدیگه کانال و پمپ رو ببینیم. این کانال همیشه بازه، میتونه کانال سدیم باشه، میتونه کانال پتاسیم باشه. کانال ها مجاری پر آب هستند که در جهت شیب غلظت یون ها ازش عبور میکنند. اگر این کانال پتاسیم باشه که در این شکل هست، در جهت شیب غلظت پتاسیم ازش خارج میشه. بیایم اینجا با همدیگه پمپ سدیم پتاسیم رو نگاه کنیم. این پمپ با مصرف ATP عمل میکنه. در هر بار فعالیت خودش دو تا یون پتاسیم رو میاره داخل، سه تا یون سدیم رو میبره خارج. هر دوتاش در خلاف جهت شیب داره عمل میکنه. خوبه با هم دیگه بریم یک انیمیشن ببینیم تا بتونیم این موضوع عمل کرده پمپ سدیم پتاسیم رو بهتر تشخیص بدیم. خب بچه ها با هم دیگه یک انیمیشن در مورد نحوه عمل پمپ سدیم پتاسیم ببینیم. فرض کن اینجا غشای یک نورونه و پمپ رو هم داریم با هم دیگه نگاه میکنیم. اتفاقی که میفته، ابتدا ATP ساختاری که داره سه حلقه هست داره میره به جایگاه خودش متصل میشه. میبینید ATP رو به عنوان منبع انرژی ما داره عمل میکنه اینجا. چون برخلاف جهت شیب غلظت داره یون ها رو جابجا میکنه، احتیاج به انرژی زیستی داره. ATP به جایگاه خودش متصل شد، سه تا یون سدیم از داخل سلول به جایگاه خودشون وصل شدن. ATP تجزیه میشه به ADP و فسفات، شکل پمپ عوض میشه، سه تا یون به خارج نورون رونده شدند. در این مرحله دو تا پتاسیم به این پمپ متصل میشه، متصل شد. حالا
فسفات جدا شد، شکل ATP، شکل پمپ تغییر میکنه و دو تا پتاسیم به درون سلول وارد میشه. این عمل بارها و بارها در غشای نورون رخ خواهد داد. با هم بریم ادامه اسلاید ها رو مشاهده کنیم. دیگه که مشکلی نداشت که. خب با هم دیگه یک بار این مطالبی رو که گفتیم روی این اسلاید چک کنیم. فرض کنید غشای نورون درون سیتوپلاسمه، اینجا هم آب میان بافتی. کانال هایی که توی غشا صحبت کردیم رو ببینیم، کانال های پتاسیم هست، کانال سدیم هست و پمپ سدیم پتاسیم. گفتیم پتانسیل آرامش نتیجه عمل کرده این ساختار هست. کانال سدیم از این کانال به طور خالص سدیم از خارج وارد نورون میشه، از این کانال ها پتاسیم از داخل نورون به بیرون حرکت میکنه. پمپ سدیم پتاسیم هم با عمل خودش در هر فعالیت 3 یون سدیم رو به بیرون میبره و 2 یون پتاسیم رو وارد میکنه. بدین ترتیب پتانسیل آرامش در طرفین غشا ایجاد میشه. خوبه در گروه خود درباره پرسش های زیر گفتگو کنید و نتیجه رو به کلاس گزارش کنید. یکی از فعالیت های کتاب هست. ببینیم گفته که کار پمپ سدیم پتاسیم و کانال های باز رو با هم مقایسه کنیم. کار پمپ سدیم پتاسیم و کانال ها. موضوع اینه که پمپ سدیم پتاسیم با فعالیت خودش انرژی زیستی مصرف میکنه، اما کانال ها نیازی به مصرف انرژی زیستی ندارند. پمپ سدیم پتاسیم یون ها رو خلاف جهت شیب غلظت حرکت میده، در صورتی که کانال ها به طور خالص در جهت شیب غلظت جابجا میکنند. چرا در حالت آرامش بار مثبت درون یاخته های عصبی از بیرون آنها کمتره؟ میگم دو تا دلیل مهم داره که بار مثبت داخل نورون نسبت به بیرون کمتره، بنابراین داخل نسبت به خارج منفی میشه. یکیش نفوذ پذیری بیشتر غشا نسبت به پتاسیمه و بدین ترتیب پتاسیم های بیشتری با بار مثبت خارج میشن. دومیش برایند خالص عملکرد پمپ سدیم پتاسیمه. این پمپ با هر فعالیتش 3 تا سدیم رو خارج میکنه، 2 تا پتاسیم رو وارد میکنه. هم سدیم هم پتاسیم یونهایی با بار مثبتند. به طور خالص با هر فعالیت خودش یه یون مثبتی رو بیشتر خارج میکنه، بنابراین باعث میشه که بارهای مثبت داخل نسبت به خارج کمتر باشن، بنابراین داخل نسبت به خارج منفی بشه. پتانسیل عمل، تعریف کنیم پتانسیل عمل رو. تغییر ناگهانی و برگشت پذیر پتانسیل غشا رو میگیم پتانسیل عمل. علتش چیه؟ میگم کانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم هستن. با هم دیگه ببینیم. در این شکل میخوایم پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل رو ببینیم. پتانسیل آرامش غشا منهای 70 میلی ولت در طرفینش اختلاف وجود داره. در این شرایط هم کانال دریچه دار پتاسیم هم کانال دریچه دار سدیم بستند. بریم شروع پتانسیل عمل. در شروع پتانسیل عمل اختلاف پتانسیل از منهای 70 به سمت مثبت 30 تا مثبت 40 حرکت خواهد کرد. علت باز شدن کانال های دریچه دار سدیمه. اگر این کانال ها دریچهشون باز بشه، سدیمی که بیرون وجود داره زیاد در جهت شیب میاد داخل، بدین ترتیب بر میزان بار مثبت داخل افزوده میشه، داخل نسبت به خارج مثبت خواهد شد. در مرحله بعد اتفاقی که خواهد افتاد، کانال های دریچه دار سدیم بسته میشن و کانال های دریچه دار پتاسیم باز میشه. بدین ترتیب پتاسیم هایی که بار مثبت دارند به مقدار بیشتری خارج خواهند شد. اگر این اتفاق بیفته، از بار مثبت داخل کاسته میشه، به بار مثبت بیرون افزوده میشه، دوباره داخل نسبت به خارج منفی خواهد شد. این عمل ادامه پیدا میکنه. در نهایت کانال دریچه دار پتاسیم هم بسته خواهد شد
و روی منهای 70 باقی میمونه. الان به یه مطلبی میرسیم. ما در غشای نورون دو نوع کانال پس داریم. کانال‌های همیشه باز داریم و کانال‌های دریچه دار داریم. کانال‌های همیشه باز چه در پتانسیل آرامش در چه در پتانسیل عمل کار خودشون رو دارن انجام میدند. اما کانال‌های دریچه دار فقط در طی پتانسیل عمل هستند که دریچه‌شون باز و بسته میشه. ابتدا هم کانال دریچه دار سدیم باز میشه، سدیم ها وارد نورون میشن، بدین ترتیب از منهای 70 به مثبت 40 میرسیم، سپس سدیم ها بسته، کانال‌های دریچه دار پتاسیم باز میشه و پتاسیم ها خارج میشن، دوباره داخل نسبت به خارج منفی خواهد شد. خب با همین موضوع رو دیدیم. مراحل پتانسیل عمل: یک، باز شدن کانال های دریچه دار سدیم، ورود مقدار فراوان یون سدیم به داخل در جهت شیب غلظت، مثبت شدن پتانسیل داخل نورون نسبت به خارج. میگیم وقتی یون سدیم با بار مثبت داره وارد میشه، پتانسیل داخل نسبت به خارج مثبت میشه. در نهایت در قله این کانال های سدیمی بسته میشن و کانال های پتاسیمی سپس باز خواهد شد. باز شدن کانال های پتاسیمی باعث خروج یون های پتاسیم از نورون باز هم در جهت شیب غلظت خواهد شد. وقتی پتاسیم که بارش مثبت داره خارج میشه، دوباره منفی شدن پتانسیل داخل نورون نسبت به خارجه و در نهایت بسته شدن کانال های ولتاژی پتاسیمه. خوبه، اما یه اتفاقی میفته. با یک پتانسیل عمل مقدار زیادی یون سدیم وارد نورون میشه و مقداری پتاسیم از نورون خارج میشه. این عمل اگر بخواد ادامه پیدا بکنه، اختلاف غلظت یون های سدیم و پتاسیم در طرفین غشا از بین خواهد رفت. اما یک اتفاقی میفته. در پایان پتانسیل عمل فعالیت پمپ سدیم پتاسیم باعث میشه این یون ها به حالت اولیه برگردند. خب اینم خوبه. پتانسیل عمل ایجاد شد. پس از اینکه پتانسیل عمل در یک بخشی از نورون، مثلا در آکسون، در یک بخشی از آکسون ایجاد شد، نقطه به نقطه پتانسیل عمل در طول رشته عصبی حرکت میکنه تا مثلا به پایانه آکسون برسه. به این خاطر بهش میگیم پیام عصبی داره در طول نورون حرکت میکنه. با هم دیگه نگاه کنیم. حالت آرامش رو داره نشون میده. داخل نسبت به خارج منفیه. مرحله اول پتانسیل عمل در این نقطه ایجاد شده، داخل مثبت شده، سپس اتفاقی که داره میفته، مثبت شدن داخل بعدش باعث میشه که کانال های پتاسیمی باز بشند، پتاسیم ها شروع کنه به خارج رفتن، در قسمت دیگه کانال های سدیم باز بشه، بعد دوباره در این ناحیه کانال های پتاسیم باز میشن، جلوتر کانال سدیم باز میشه. این عمل تا پایانه آکسون ادامه خواهد داشت. میگه به سوال زیر پاسخ دهید. پروتئینی که در پتانسیل آرامش مانع کاهش تراکم پتاسیم درون سلول میشود چه نام داره؟ این پروتئین نه تنها در حالت آرامش این کارو میکنه، پس از پتانسیل عمل هم باعث میشه اختلاف غلظت سدیم و پتاسیم حفظ بشه. این پروتئین پروتئینیه به نام پمپ سدیم پتاسیم. این پروتئین سدیم رو وارد سلول میکنه یا خارج میکنه؟ میگیم پمپ سدیم پتاسیم کاری که انجام میده، سدیم رو از نورون خارج میکنه، در خلاف جهت شیب هم این کار رو میکنه. این پروتئین پتاسیم رو در خلاف جهت شیب وارد نورون خواهد کرد. باز هم به یک سوال برسیم. کلمات درست رو انتخاب کنید. جهت هدایت پیام در نورون یک طرف است یا دو طرفه؟ واقعا به طور طبیعی جهت هدایت پیام یک طرف است، از دندریت به جسم سلولی، از جسم سلولی به سمت پایانه آکسونی. هدایت پیام ابتدا از سمت کجا به سمت جسم سلولیه؟ واقعا از سمت دندریت به سمت جسم سلولیه. آخرین بخشی از نورون که پیام به اون میرسه پایانه دندریت یا پایانه آکسون؟ آخرین بخشی که پیام بهش خواهد رسید پایانه آکسون خواهد بود. ماهیت هدایت پیام الکتریکی یا شیمیایی؟ همین الان دیدیم اختلاف پتانسیله، بنابراین ماهیت هدایت پیام ماهیتی الکتریکی است. حالا عوامل مؤثر